ماهان سلام، ببخشید جواب ندادم. آخر جلسه بود، تموم شد، امضا شد. سپیده ی عید قربان دنیا آمدم، شدم حاجی خانم. علی که ازم خواستگاری کرد، ازش قول گرفتم که منو بفرست مکه. 14 سالم بود که توی مزرعه از سر ناچاری بچه زلیخا رو دنیا آوردم. بودم مامای ده. بعد از اون بچه های زیادی رو دنیا آوردم، اما یکیش هم مال خودم نبود. یک بار به علی گفتم زن بگیر، همون بار به سید غریب قسم هم داد که دیگه هیچ وقت این حرف تکرار نکنه. کبرا و غلام که توی رودخونه غرق شدن، علی اجازه داد که مهرعلی 6 ماهه به فرزندی بیاری. علی همیشه یاد قولش بود، ولی انگار قسمت مکه من به عمر اون نبود. نفس آخری که میکشید گفت شرمندتم سلیمی جون، نشد. ولی اگر به آرزوت رسیدی نایب و زیاره منم باش. Oh,
دست درد نکنه سید، بالاخره حاجتمو گرفتم. دیر شد ولی دروغ نشد. سلام کن سید. بیبی جان سلام کن بده من. بیبی جان بیبی بچه خیلی وقت منتظری، بریم وگرنه به خداحافظی هم نمیرسی. یا آمدم. همینجا حسین خونه ما نگاه میکنی. نگاه شرفتی به حواس داره بچه یه نوز. حسین بله بیا نسیر، شب نشده بگردین هم زور بزنین دیگه، قول بدین درست. ایف نون، زود باشین دیگه. حتما مایه از اینجا قول بدی؟ نسیر برو، لازم نکرده قول بدی. هر کریم بفهمه، محشر بپا میکنه. حرف نزنین، زور بزنین. یا علی تو ماشین هول بدی؟ مگه تو ناموس سرت نمیشه بی غیرت؟ خب اگه گلنار رو به من هدی، گلنار رو مخ میشه ناموس من، همون سفید بخ میشه، هم من ماشین تو رو هول دهم. تو میزنی؟ میدست ول کن، تو بازم بزنی. پس تو اون پشت چه غلطی میکردی ها؟ خبرهای تازه نصیر جان؟ بالاخره مشتی کریم قبول کرد بری خواستگاری گلنار؟ اون قبول بکنه ریشش بسوزه. لای نفرین عیب نصیر جان. شنیدم رفته بودی زیارت.
زیارتم کردم ولی بیشتر برای دادن خمس زکات رفته بودم. پس از الان رفتی پیشواز مکه حاج کریم. مش کریم نه حاج کریم. هر وقت مشرف شدم بهم بگین حاج کریم. چرا بهت بر میخوره کریم؟ خیلی ها تسبیحشون نصف دونه های تسبیح تو رو نداره، تا قوم هم نرفتن مردم بهشون میگن حاجی. من به مردم چیکار دارم؟ من نمیخوام حاجی دروغه کی باشم. ولی خدایش اگه بیبی نوبتشو بهت میفروخت و امسال میرفتی میشدی اولین حاجی ده. اون وقت تا دنیا دنیا بود میگفتن اولین حاجی تازه آباد حاج کریم بود. تو معلوم نیست که شوخی میکنی که جدی حرف میزنی. جان کریم جدی میگم. اون یکی چاییتم بخور حاجی یه سال دیگه. لعنت بر دل سیاه شیطون. سلام دم فاطمه. دیدی گفتم بی حلالی از تو خدای خدا نمیرم. این گلنا رو ببین، ننه جون رو بردیم مریض خونه شهر، دکترها گفتن حلالا باید بخوابه. ای به این کریم گفتم ننه تو عین من پاشله ببوره، اسم اونو بنویس برای مکه. خودت که هنوز وقت داری من گوش نکرد که نکرد. میترسم ننه فاطمه عین مشت سفتر حسرت به دل از دنیا بره. بابات بفهمه دروغ گفتی هر سه تا ما رو کباب میکنه قاسم. آی بابام قبر خونه است. بیبی جون داره میاد. خب بیاد. مغز تو هم خر خورد؟ باش کریم، بیبی حتما حال ننه فاطمه رو از تو میپرسه. چیزی بهش نگی ها، بذار با دل خوش بره سفر. یعنی دروغ بگم؟ آدم که با خاطر دل خوشی کسی معصیت نمیکنه. ننه من مرده، منم به دروغ مرده رو زنده جا نمیزنم. این دروغ مصلحتیه کریم، خدا خودش میبخشه. تو نمیخواد برای خدا تعیین تکلیف کنی؟ لعنت بر دل سیاه شیطون. آقا جان تو اصلا یه چی نگو، نه دروغ نه راست، گناهش هم گردن من. رسید نگردن رسمت الله حلالیت بخوام. بی بی جان سلام، التماس دعا. قربان شما. چشمت که به خانه خدا افتاد یادی از ما بخون. این صدا آشناست. آقای مشکریم خانه. بی بی جان ناراحت نشو، گای چایی میپره تو گلوش. مال حناق بچگیشه، دنیا که میخواست بیاد مادر خودشو خیلی آزار داد، بعدشم زفلک حناق گرفت. کله پدر نصیر فتو لایه دستی به این صاحب مرده بزن. سلام آقا کریم، خوب شد که دیدمه. دوتا نام برای دهتون دارم، زحمت شو برام میکشی؟ میبینی که من پشتم به ده روم به شهر. ای نداره اونو که برگشتی بده، ثواب داره. منم کلی نامه دارم که باید این دهونده ببرم. مال کی هست؟ یکیش مال مصیبه، یکیش هم مال بیبی. بیبی؟ کی برای بیبی نامه داده؟ از سازمان حج و زیارته. Oh,
فتولا نسی رو ندیدی؟ بی بی رو برده تنگرود برای حلالیه. ببین چجوری ما رو جا گذاشت. حلال بود بریم جور محله برنج بیاریم برای عروس. سلام علیکم. چی شد بردستی؟ سلام. نامه چیه؟ از اداره زیارته. نوشته بیبی نمیتونه بره مکه به خاطر جواب آزمایش پزشکی. یا امامزاده غریب، الان چی بکنم؟ هرچی قسمت، لابد خدا نطلبیده. زبونت گاز بگیر کریم. این دفعه رو نمیشه زبون گاز گرفت. باید راست حسینی حقیقتو بهش بگیم. اصلا شاید به خاطر دروغای شماست که خدا جوابش کرده. مش کریم، مواظب دهنت باش، خدا رو غر میگیره ها. مشکریم تو رو به جانتی قاسم سعی بکن تا فردا این خبر رو با کسی نگی. که چی بشه؟ که برم شهر اداره حج و زیارت ببینم چه میشه کرد. کله سهر خودم میبرم. که بری نوبتشو بخری ها. لعنت بر دل سیاه شیطون. بستنی دارم، بستنی درجه یک دارم، بستنی دارم، بستنی درجه یک دارم. خدا با خدم این روزا انشاءالله. بابا بابا بیا بی بی. نمیخواد زینب خانم بری پیش بی بی، پیش بابا بمون. بی بی داری میریم مکه، کی آشو پشوبات میده؟ خودم میدم گل پسر جان. آهای رجب علی، بی بچه هم بستنی بده، همه مهمان من. هورا بده با ای قربان زینب خانم. گسته نداره زینب جان، باید بستنی تو برده چوبش که هست. آفرین آفرین، سوغات از این بهتر نمیشه. این چوب شیرینه، میبرم کنار خونه خدا میذارم تا همه بدونن زینب برای خدا بستنی فرستاده. کومه جان آخای بنویس برای فتح‌الله قهوه‌چی یه پیرن. گلنار ره یه چادری وال سفید. زینب ره یه عروسک. نصیر ره بنویس. شما چی میخوای بیارم جون؟ این طرف نصیر جون. آها برای نصیر جان بنویس حاجتش بخوام که با گلنار خانم عروسی بکنه. برای کریم بنویس یه تسبیح. اینکه خودش ده تا تسبیح داره. سوغات خونه خدا یه چیز دیگره پسر جان. مالمش دکیلی من حد بزن. برای ننه فاطمه بنویس یه خلعتی آخرت. فکر کنم خودش داره بی بی. میدونم، خدا رحمت بکنه مشت سفتره.
از مشهد برای خودش اون آورده بود. سر ماه زیارتم که میشد مال خودشو میپوشید میرفت امامزاده غریب مجاور میشد تا عید قربانم با هیچ کس حرف نمیزد، مخصوصا با کریم. خدا بکنه کاری رو که کریم در حق بابای خودش نکرد برای مادر خودش بکنه. خدا رحمت کنه ننه. میسرفته رو بسه دیگه جون، موقعی رفتن حرفای شیرین بزنیم. دعا کن دروغ باشه. چه خبر؟ واقعیت داره، نمیتونه بره، فقط کار توه، تو باید بهش بگی فتح‌الله. از من نخواه مهرعلی، این کار من نیست، اصلا کار هیچ که نیست. آخه کی دلش میاد این خبر رو به پیرزن بده؟ با قسمت که نمیشه جنگید، لابد یه خیری درش هست. اگه شماها سختتونه که بهش بگین، خب من میگم. چی شده مروارد؟ دیگه چی میخوای بشه کلثوم؟ خدایا خودت شاهدی، هر بچه ای رو که دنیا آورد به جای مزد مادرش گفت دعا کن مکه نرفته نمیرم، حالا اینه دست مزدش؟ آخه چه حکمتی داری تو شکستن دل این پیر زن که من بنده سردر نمیارم؟ زبونتو گاز بگیر میرعلی. چرا کف میگی؟ نباید بذاریم بهش بگم ببین میمیری یا سید غریب، خودت کمکش. مهرعلی من میگم یه کم دیگم صبر کنی، شاید یه راهی باشه. آخرش چی؟ الان بهش بگیم بهتره تا ساعتی که میخواد راه بیفته، بعد میگم فتح‌الله. هر چی شد پای خودت، جواب خدا رو هم خودت بده. بعدش بیبی جان دیدی؟ نه، هیچ کس دلش نیومده بره تو، همه رفته، بابا تم زده به کوفا.
بیبی جان سلام. سلام بیبی، خوبی؟ خوبم، خوبم. مشکریمو دیدی؟ دید. چی گفت؟ حرفای مشته کریم شنیدن داره؟ گوشش نبود، فکر کنم نشیده باشه، یعنی خدا کنه نشیده باشه، ولی اگه بفهمم بازم بهش میگم، مخصوصا بابای تو. بار مسخره کردی، خودت میدونی از بس بیبی رو کل کردم آوردم این بالا بشد کمر درد گرفتم، بقابل نیستم بود که هست. دست در نکنیم امزاد غریب، چه فکری بسن. یهو چی شد طالب؟ خودم میبریمش مکی. چی میگی؟ بیا بریم تا بهت بگم. فکر کنم هنوز زنده باشه، خونش رو جرمله است. بودو بودو بریم، اگه میان بر بزنیم یک ساعته میرسیم. ما پنج نفر بودیم از منطقه دلمان اشکال برد راهی شدیم با پای پیاده. پای پیاده؟ تو حرفم نفر حواسم پرد میشه. بچه جان که از این مملکت با پای پیاده رفته تا ما دومیش باشیم؟ ما پای پیاده رفتیم تا به کاروان برسیم. به به چه کاروانی، 500-700 شایدم 1000 تا شتر. شتر؟ گفتم تو حرفم نیا، گردن شکسته. بیای مدرسه بهت میگم گردن شکسته کیه. تقصیر اون چیه؟ داره حرفای پدر بزرگش رو ترجمه میکنه. سازنده بازم بپرس. پدر بزرگم میگه اینقدر تو حرفم نیاد، معلومه که شطور قاطر تا نمیتونه یک ساعتم تو سرای عراق دوون بیاره. پدر بزرگم میگه سب کنید تا از اول سفر براتون تعریف کنم. ما پنج نفر بودیم رای خانه خدا شدیم. از ما چرا رایی بداریم؟ چطوری میرم مکه؟ برای اینکه بیبی جان رو ببریم. مگه ما مقاییم واقعا ببریمش مکه؟ تازه مگه بیبی جان خودش رفته که بدونه، نه ما میدونیم چطوری میرن نه اون. بیبی جان شنیده ما هم شنیدیم. ما باید بیبی رو با گوش ببریم مکه، نه با چشم قاسم. ولی بیبی که میبینه. چطوری میبینه؟ نهیدی گلنار با نن فاطمه عوضی گرفت؟ اون فقط بیبی من نیست، بیبی همه شماست. اگه شما کمک کنین قول میدم که میشه این کار کرد.
ولی نباید بذاریم بزرگترها بفهمن، چون میگن نمیشه یا گناه داری. ولی من مطمئنم که خدا خودش کمک. چرا اینقدر ساکته؟ بذار به حال خودش بمونه. قرص قلبشو دادی؟ دادم. باید قبل از اذان صبح را بیافتیم. آسان تو رانندگی بلدی؟ نه اینکه با اون میزنی دست به گرگیلش بزنم. بس باید نسیر خبر کنی. چی؟ مگه اون تاله پشت دوت نشسته؟ چه فرقی میکنه؟ مهم که آز فرمون گردتاشون دادن. تازه میگفت تو سربازی راننده جیپ بوده. همیشه به دلم بود که یه روز میرم زیارت خونه خدا. نسیر جان، حالا بلدی دوجمش کریم برونی؟ عین اسب، بچه ای هنوز. اقلا بگو اینه تیره خیالمون کم جمع شه. تیره عین قاطره، نه اسب. خیلی خوب دیگه، پس نسیر قرارم قبل از اذان صبح جلوی خونه قاسم. خدا فهمیده. اگه فهمیدی بگو چی گفت. یه صد مونده به اذان صبح جلوی خونه گلنار خانم. فهمیدی؟ چی گفتی؟ یقم اولا کن. اگه از این به اسم عمو گلنار بیاره من دیگه نیستم. اتفاقا تو هستی هم عمو گلنارت. عمو گلنار واسه چی؟ برای اینکه ما مردیم. یه زن بایی باشه که به بی بی برسه. بابام خونم اون میرزه. اگه عمو گلنار اون راضی نباشه چی؟ گلنار خانم با من. حاضرم. حاضرم. بودو بیا بریم دیر کردیم. بچه حال بدیم. خودم بلدم. حالا بکشن زور روشن میشه. خودم بلدم الان میکشم. بلدم اما دندی جا نمیره. جا نمیره؟ یعنی چی جا نمیره؟ جا داره به پا قربونه بگی. یا برفن سالمم. معلومه که سالمم. بچه هنوز. با گریه که کار درسته میشه؟ اگه برم خونه بابا منو میکشه. ما به خونه نمیریم. تو هم اینجا باش، ما میریم بیبی رو میاریم سر را سوارش میکنیم. سوارش چی؟ کیدر نسیر. چی؟ من حاضرم. بریم. Oh,
بیبی جان باید را بیفتیم. کجا؟ مکه. من بچه ها باید ببریم راهیت کنیم. بیبی جان بریم دیر میشه. مگر وقتشه؟ چی بکنم؟ ما دل شما بچه ها چی بکنم؟ هیچی نگفت؟ رفته خودش انگار رفته اون منی اگه نیاد چی؟ این دو جسته هم مرده تو کوی گنده و من چی کار میکنه؟ یکی به من بگه تا خودم و این مشکلی مو نکشتم. به پیر به پیغمبر قسم منم نمیدونم این صاحب مرده چطور اومده اینجا. اما من میدونم چرا. هست که دابازی ها به خاطر یه باتری ماشین میزنی تو سراسیری اونم تو ترمزش در رفته اومده تو زندگی من. خب مسیم اگه خودش را افتاده اومده این همه جاده رو چجوری چپ راست پیچیده؟ چجوری پیچیده؟ یه خونه خدا تو دشت در رست. پس کجاست؟ همون وری یکی وقتی دعا میکنیم دستامونو اون وری بالا میگیریم. اون بالا خیلی بالاتر از ابرام بالاتر بالای سنگ سیاه. اصلا فکر نکنم شما بتونیم بیاریم اونجا. بچه این هنوز ولی من بی جان رو با خودم میبرم. خودم میشم حاج نصیر، گلنارم میشه زن حاجی. بی جان خودت به اینا بگو جاده سنگ سیاه کنون بره. سنگ صفا نه سی جان نه سنگ سیاه. داماد جان فکر کردی این راجه آبجی منه هیچ نخورده برات کار کنه؟ بابا ماشینه باید بنزین بریزی تو حلقش و راه بره. تو دیگه چاک دهنه تو ببنم باز خودی. من نمیدونم امروز تو این آبادی چه خبره. دو جهوست گندم جو کرده جماعتی هم راه افتادن جاده یلاغ میخوام برن خانه خدا. کیا رو میگه عباس خولی؟ یکیش بیبی خوده نصیر سوارش کرده بود. گفتم نصیر کجا میری؟ گفت داریم میریم خانه خدا. نصیر دیگه کارش نمیشه کرد.
آبجی، گلنار و قاسم هم همراهشون بوده. یا حضرت عباس، اونا کجا رفتن؟ کار خودشون دو جمعونا آورده اینجا میکوشم این نسیر ناموز دوست مرد منم بخواده کجا مشکلی؟ اینجا کجا هست خانم؟ اینجا بقیه شهدای بی‌نام و نشون مادر. مراب کعبه اون سرزمین جان ببری مراب کعبه زمین جان بری به سوی قبل دلهای عاشقان بری مرا که مهر بقی است در دلم چه شود اگر به جانب قبر بی نشان مرا اگر شدم از دست بر نگردانی به روی دست بگیری دو بیامان ببری کسی صدای مرا در زمین فرشته ها سخنم را به آسمان ببری دیدی یه دی باطیلر از این برا برن؟ دیدم چه نفسی داشت بیبیشون رفتن بالا سمت ییلاق صفا خیلی جلوترن؟ اگر توی راه نمونن بله Thank you.
حیوان باید چونی مشکلی مزمین زده. خدا به داد همون برسه. نترس سالمه، دوباره سوار شده رفته. خدا میدونه چه بلای سر قاسم و نصیر و گلنار بیاره. بجنبی اگر دیرا بریم بی بی حتما میبینی. حالا باید چیکار کنیم؟ باید بریم برگردیم دیگه. نمیتونیم برگردیم، یه جوری داره با خدا صحبت میکنه که واقعا داره میبیشش. ای کاش یه قاطر داشت. من قاطر خودم کولش میکنم. اون وقت نمیگه همه با تیاره میره خونه خدا. اینجا کجاست که شما منو کول کردین؟ خب تیاره هم از این مر میرن. خب از این مر میان، از این مر میرن. اول با تیله رفتم بالا، بعد باز برگشتن سر دورا، با سلام و صلوات رفتم پایین. گفتن میخوایم بریم سوار تیاره بشیم بریم خونه خدا. قبل از شما هم همه اینا رو به این مرد سواره گفتم. فکر کنم بدونم کجا رفتن. کجا؟ طالب فکر کنم این بلال حبشی باشه. سلام. سلام. ندیدی اینایی که با این تیلر اومدن کجا رفتن؟ چرا صلوات فرستادن و سوار تلکابین شدن. من میخوام سوار بشم. با این وضعیت؟ کدوم هست؟ منظورم اینه با این همه گند و لجن میخوای سوار بشی؟ جا دردش نزدیکه، تا پایین نرسیده بچه میاد. خونت کجاست؟ آه
بچرخونش، هیچ نترس، راحت توی شکم میچرخه. چرا خودش نمیره کمک؟ دستاش نا نداره، چشماش هم خوب نمیده. اگه زنا سرزا بده چی؟ هیچ کسی که دست بیبی سرزا نرفته. نگاه بکن، همه ما رو بیبی به دنیا آورده. شاخ شمشاد بزنه. این کار داره از حال میره. نترس گلنار، کیسشو گوله بکن توی حلقش، حقش میگیره، زور میزنه. مادرش چی؟ بی حال ولی بهوش. عجب. آخای خدا خیرت بده بی بی جان. اون دارم مدیونه تا اول ممنون خدا باش بعد اما چیزش نیست، ضعف کرده. منم اول بار همینطور بودم. آب قندش بدین. بخور بخور. نسرش نسیر، خوبم. معلومه که خوبی، تو از همه بهتری. تو یه گوشش ازم بگو بیبی نفست حقه. خدا عمرت بده بیبی جان. الهی خدا خودش هرچی میخوای به تو بده. بیبی دیگه خدا چی میخواد؟ همین زیارت مکه رو میخواست که اونم بهش داد. نگه دار نسه، حالا بیبی بد شد. قرصاشو نیاوردی؟ یه حالش بد بشه چی؟ میخوایی شما بریم، هم دارم خونه قرصاشو بیارم.
بچه تو اصلا میدونی چقدر راه اومدی زرت و زورت میکنی؟ قاسم آب بریز کف دستم. بیبی جان قرصت جا مونده، برگردیم؟ بریم. کجا؟ خونه؟ بلده، اگه خودت نگفتی وقتشه. طالب آب بده، تخته بگیر. پیدا کردیم؟ نه، راه تو علف ها گم شده. یعنی ما گم شدیم؟ میگی اینجا آدم گم میشه بچه هنوز. به همه بگم که نصیر از تمام آدمایی که من به عمرم دیدم هم عاقل‌تره هم بهتره. آروم میشه جون؟ حالا پاشو صورتت آب بذار، راه دراز جون. از حالا به بعد هر کس حرفای ناجور به نصیر من بزنه معلومه بچه از خودش هنوز. بوجود ارفه سنگ صفا. ما در این بعد میریم میترسم به خود خدا برسیم. Thank you.
برای فتولا یه پیراهن، برای گلنار چادری سفید، برای زینب یک عروسک، واسه نصیر حاجتشو بخوام تا با گلنار عروسی کن. یه حاجتی برات روا کنم نصیر. لبيك اللهم لك لبيك لبيك اللهم لك لبيك يا رب خندي آيم بسرايم اينك اين من جانم بفدا کارا همه گناهه، معصیته. بیبی اینه که داری دورش میگردی فقط یکی که سنگه، مگه دیوونه شدی؟ اینجا که مکه نیست. بیبی همه دارم یه دروغ میگن، مگه من بهت نگفتم نام آمده که حج نمیری؟ خدا نتره بیده. بیبی آخر رومی آوردن یک مکه دروغی، باور کن اینجا خونه خدا نیست. دهنت رو گلا مش کردی، لعنت بفرست به شیطون. بذار یکی حقیقت رو بهش بگی، این فقط یه سنگ سیاهه. دل تو سنگ سیاه مش کردیم، شیطون به جلدت رفته. Thank you.
دعوت خواهی کردی آمدم الان رازی برزاید تو دادم زکر می کشیم دست خودم لحظه به لحظه کم شدم شب همه شب گریستم با دل من چه کردم در عجبم که پیش از این همه سال تو چه گم نزیستم با دل من چه کردیم مکه بودم بالاخره خدا ما نبرد خانه خودش علی پدرم یه مهرعلی هم اونجا بود من پاتم هم بود این جوانی هایش و های سفتر آمده بود های سفتر احرام تنش بود گفت به کریم بابا اینقدر تلخی نکن پسر سال دیگر مشرف میشی چند بارم سفارش نصیر جان کرد ننه بابای کلسو من بودم قیمت برخا آبجی حلیمه مادر خودم هم دیدم کنار کعبه بود من گفت دیدی سلیمه جان بالاخره نایب و زیاره همه ما شدی همه یه مادرها بودم همه یه دنیا همه چه میخوایی بپرسی؟ خدا پدرت بیامرزه داشتم خفه میشدم میخواستم بپرسم این سوغاتی ها برای کیه؟ سوغاتی های بی بیه آفرین آفرین دست درد نکنه آقا کریم فکر نمی کنی یعنی مطمئنی چیزی رو یعنی چیز رو از قلم ننداختی؟ نه برشوی پس سوغاتی منم هست دست درد نکنه سیگر بگم سیگر به قریب صدر نمی کنه ای جای این خاک خدا قربت نیست قربت توی دل ما بنده است
آفرین آفرین.